سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. ده طالب در پنجشیر کشته شد. مولوی وثیق به عجله به کابل برگشت. آنجلا جولی خواستار جلوگیری از فراموش شدن زنان در افغانستان شد. مکرون: روسیه و اروپا باید در زمینه تضمین های امنیتی با یک دیگر همکاری کنند. با نام خدا و با تقدیم سلام و یکی دیگر از ویدیوهای خبری ون اسمارت خوش آمدین. مشروع خبرها: مکرون: روسیه و اروپا باید در زمینه تضمین های امنیتی با یک دیگر همکاری کنند. امانوئل مکرون میگوید که فرانسه و روسیه توافق کردند که در زمینه تضمین های امنیتی با یک دیگر همکاری کنند. با گزارش اسپوتنیک، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که روسیه و اروپا باید در زمینه تضمین های امنیتی با یک دیگر همکاری کنند. او گفت که کاهش تنش معتبر مستلزم آن است که ما در مورد مسائل اساسی پیش بودیم و ما برای مدت طولانی در مورد اینکه موضوعات بحث کرده ایم، ما باید به طور مشترک این اداره را نشان دهیم که آماده کار بر روی تضمین های امنیتی به ایجاد نظم جدید امنیتی هستیم. او تاکید داشت که روزهای آینده تعیین کننده خواهند بود و این بحث ها فشرده ای که داشته ایم به این امر کمک خواهد کرد. همچنان این در حالی است که آنجلا جولی خواستار جلوگیری از فراموش شدن زنان در افغانستان شد. هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود نامه احساسی یک زن افغان را در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. با گزارش اسپوتنیک، آنجلا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود نامه احساسی یک زن افغان را در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشته است. او در صفحهش خواستار کمک به زنان افغان شده است تا فراموش نشویم. این هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود روز یکشنبه 17 دلوت در اینستاگرام خود پستی را به اشتراک گذاشت که در آن نامه انسانی یک زن جوان افغان درد شده است. او بدون فاش کردن هویت این زن از همه خواستار است تا آنچه را که در افغانستان می گذرد فراموش نکنند. آنجلا جولی نوشته است یک زن این نامه را به وی فرستاده است و ای گفته است که از زمان سقوط جمهوریت وی نتوانسته است که به مکتب برود. به گفته آنجلا جولی، دختر جوانی که این نامه را نوشته، گفته است که شاید دیگر هرگز نتواند بیرون برود یا حتی به عنوان یک زن صحبت کند. این هنرپیشه هالیوود در ادامه توضیح داده است: لطفاً آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد را پیگیری کنید. جایی که زنان جوان شبانه به اسلحه از خانه‌هایشان برده می‌شوند و ناپدید می‌شوند و محدودیت‌های جدیدی برای آزادی اعمال می‌شوند. لطفاً کمک کنید که آنها فراموش نشوند. او علاوه بر اشتراک گذاری نامه زن افغان، یک سر صلاحیت با نامه فعالان زن در افغانستان که ناپدید شدند به اشتراک گذاشت. این فعالان شامل عالی عزیزی، پروانه ابراهیم خیل، مرسل ایار، زهرا محمدی، تمنا پریانی زریاب و سه خواهر وی هستند. آنجلا جولی که سال گذشته برای اولین بار در اینستاگرام حضور یافت، از حساب کاربریش برای بلند کردن صدای زنان و کودکان استفاده کرده است. گفتنی است که اولین پست اینستاگرام او نیز نامه از یک دختر افغان بود که از چالش های فراراخشان در افغانستان صحبت کرده است. همچنان این در حالی است که خبرگزاری کاویان در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: ده طالب در پنجشیر کشته شد. مولوی وثیق به عجله به کابل برگشت. کاویان پرس: سنجر طالبان هنگامی می خواست از مکتب نسوان بی بی فاطمه که یکی از محلات بوده باش افراد این گروه است و سمت بالای دره برود. هدف انفجار قرار گرفته و تمام سرنشینانش کشته می شوند. منابع مردمی می گویند که پس از این انفجار طالبان شروع به تیراندازی کرده و حدود 30 تن از باشندگان محل را بازداشت کردند. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک کاویان. همچنان این در حالی است گزارشنامه افغانستان و رزاق مومون در روی وبلاگ خود چنین
می نویسم. اندر باب تاکید و پافشاری حفیظ منصور بر حفظ اتحاد و یک پارچگی سرزمینی، عبدالمالک آتش. آقای حفیظ منصور قسمت کوتاهی از یک مصاحبه عامر صاحب شهید را گفته بود: نظام فدرالی به نفع مردم افغانستان است و یا باعث تجزیه این کشور می شود. دلیل آورده بر حفظ اتحاد مردم که چیزی غیر از حفظ وضعیت کنونی نیست. تاکید کرده است که گذشته از این، آقای منصور در روزهای پسین یکسره اصرار می‌ورزد که مردم افغانستان متحد و این کشور غیر قابل تجزیه باقی خواهد ماند. راستش اینکه آقای منصور از کدام اتحاد صحبت می‌کند نمی‌دانم، زیرا این سخن را فقط یک آدم نابینا، ناشنوا و ناخورد گفته می‌تواند. اما پرسشم از آقای منصور و دیگر رفقای بزدل و آرمان فروش عامر صاحب شهید این است: تو وقتی قهرمان ملی بر عدم تجزیه افغانستان تاکید میکرد، جرأت و توانایی رهبریت و حفظ تمامیت ارضی افغانستان را نیز داشت. آیا شما چنین جسارتی دارید؟ از جانب دیگر این سخن عامر صاحب دقیقا در شرایطی گفته بود که سرود ملی افغانستان فارسی بود. سه چهارم از قلمرو شمال افغانستان را نیروهای تحت امرش اداره می کرد و فرماندهان ضد طالب در تمام جغرافیای افغانستان را رهبری می کرد. اما آقای منصور و ده ها رفیق بزدل دیگرتان که فعلا در تهران و ترکیه نشسته اید، با اخلاص و احترام خاصی که به اطمر و سیاف دارید، جز بلیگویی و معامله گری چیزی در جنته ندارید. شما حتی از مزار و مقبره آن اسطوره تاریخ فازبانی کردن توانستید. با چه روحیه از حفظ جغرافیای افغانستان صحبت میکنید؟ امروز که شرایط پیش آمده، فرصت حل مسئله افغانستان را به صورت ریشه مسائل ساخته، بیشرمی تمام بر حضر اتحاد نداشته نکوبید. تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشید. تا درود دیگر، بدرود. الله حافظ و نگهدار شما باشد.